غریب را کی غریب ساخته است؟ یک کسی که لگها دلار را خداوند برایش داده است، الله داد. یک کسی را که غریب شده است، کی غریب گردانیده است؟ الله غریب گردانید. ولیکن حضرت عزیر علیه السلام را پروردگار گفت یا عزیر، به طرف کمی نعمت نگاه مکن، بلکه به طرف ذاتی که برای تو نعمت و غذا را میدهد نگاه بکن. آیا به غریبیت شکر نکردی؟ کسانی بود که تو شاید یک شبانه روزت را داشته باشی، کسانی باشد شاید یک شبانه روزیش را هم نداشته باشد. تو دست داری، شاید کسی باشد که دست هم نداشته باشد. تو چشم داری، شاید کسی باشد که چشم هم نداشته باشد. این را چرا نگاه نمی کنی؟ میدوی در بانگ های قرضه و سودی، چی شد مسلمان ها را تباه کرد؟ حرام هست، حرام عزیزان من. حویلی هایی که گروی هست، دوکان هایی که گروی هست، یا بانگ های قرضه که ما قرضه میگیریم، تمامش سود است، حرام است. زمین های گروی که برای ما سالانه سی سیر یا چهل سیر که برای ما برنج یا گندم یا هر چیزی که میته برای از پیش ما پول میگه، در عوضش فایده اینها را میته، همش حرام است، حرام است، حرام است. مسلمان متوجه باش. حضرت ابو هریره میفرماید دست خود را بالا کردم، گفتم یا رسول الله من عمل میکنم. جناب رسول الله علیه السلام فرمود، گفت اتقی المحارم تکن اعبد الناس، از محرمات پروردگار اجتناب بکن، آب ترین انسان ها تو می باشی. ای مسلمان برادر عزیز من، خواهر مسلمان، از محرمات اجتناب بکن. خواهر مسلمان چشم خود را که باز کرد حرام است، به امرای نامحرمان بدون ضرورت اگر سخن میگه با نرمی و نازکی سخن میگوید، حرام هست، حرام. مرد مسلمان، جوان مسلمانی که به طرف نامحرم نگاه میکند حرام است. جناب رسول الله علیه السلام میفرماید، جوانی که، مسلمانی که، پیرمردی که به طرف نامحرم به نظر شهوت نگاه میکند، در روز قیامت صب فی عینه الافق یوم القیامه، در روز قیامت در چشمهای سرب را آب کرده میشه. در چشم ما به یک نامحرم، به یک زنی که خانومت نیست، مادرت نیست، خواهرت نیست، خاله و عمت نیست، محرمت نیست، به طرفش به نظر شهوت نگاه میکنی حرام است. جناب رسول الله علیه السلام میفرماید در روز قیامت در چشمهای سرب را آب کرده میشه. این حرام است، از این اجتناب بکن. میخوای بنده واقعی خدا باشی؟ جناب رسول الله علیه السلام می فرماید یک کسی که موسیقی می شنود، امروز مسلمان ها و اکثری مسلمان ها در این مرض گرفتار هستند، به هر طریقی که باشد، دکاندار است، در پهلوی دکانش موسیقی چالان هست، یا دکان خودش موسیقی چالان هست، اگر طفل هست، جوان هست، پیرمرد هست، در خانه برادرش هست، در خانه خواهرش هست، در خانه پدرش هست، در خانه فرزندش هست، میبینه که در تلویزیون هم موسیقی چالان است، در تایپ و رادیو، در تمام در تلفن ها هم موسیقی چالان هست. این برادر و این پدر و این خواهر و این طفل حتی در گوشش موسیقی میرسد. جناب رسول الله علیه السلام میفرماید کسی که موسیقی را میشنود در روز قیامت در گوشهایش سرب آب کرده میشه. طاقتش را داری؟ جناب رسول الله علیه السلام میفرماید وقتی میرسه بر بالای امت من که شب را با موسیقی صبح میکنن، وقتی که امت من شب را با موسیقی صبح کردن، وقتی که شراب نوشیدن، وقتی که موسیقی در بینشان پیدا شد، زنهای رقاصه پیدا شد، بدانند که عذاب خدا می آید، از بالا سنگ می باره، زمین این بنده های خدا و امت من را خصف میکنه و خود فرو می بره. چندین ممالک را، چندین جاها را، ولایاتش را، قریه هایش را، آیا زمین فرو نبرد؟ آیا کوها نیامد؟ خانه های مسلمان ها را همونجا قبرشان شد، همونجا خوابگاهشان شد، دیگر سر خود را هم بالا کرده نتوانست.
آیا جاهایی را ما نگاه نکردیم که سنگ بارید؟ آیا جاها کسانی را ما نگاه نکردیم که چهره هایشان به خوک و شادی تبدیل شد؟ جناب رسول الله علیه السلام می فرماید در او زمانی که موسیقی بسیار در بین امت من زیاد شد، زنهای رقاص پیدا شد، آیا زنهای رقاص هست و یا خیر؟ به یک صدا جواب بدهیم، زنهای رقاص آمده، موسیقی آمده، شراب هست و یا خیر؟ شراب هم هست. جناب رسول الله علیه السلام می فرماید در او زمان اونهایی که به این عمل گرفتار هستند چهره هایشان به خوک و شادی تبدیل می شود، جوانانشان به شادی، ریش‌سفیدانشان به خوک تبدیل می شود. ای مسلمان، چرا متوجه نشدیم؟ جناب حضرت رسول الله علیه السلام برای حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه فرمودند اتق المحارم، پرهیز بکن از محارم خدا، از اونهایی که خداوند حرام گردانید از اجتناب بکن. هر چیزی که هست تکون اعبد الناس، عابدترین انسان ها.